آقا کلا صرف تا صد آبله مرغی رو تو پیج‌های مختلف شنیدی، کاری باهاش نداریم، منم یه پست ازش گشتم، اما دو تا نکته هست که تازگی به وجود اومده و متاسفانه داره به ناکجا آباد کشیده میشه. که چیه؟ خیلی سلام آقا، دیگه همه چی درجه به این مانکی پاکس یا همون آبله میمونی میدونی. اگه نمیدونی یه چند دقیقه خیلی کوتاه درجه بهش اون افرادی که نمیدونن سریع جمع‌بندی بکنم اگه اخبار زد و نقص شنیدین، بعد برم سراغ این دوتا ماجرای اصلی که داره ما رو به ناکجا آباد میکشونه. کلیت ماجرا چیه؟ کلیت ماجرا این خانواده بزرگی که بهش میگیم زونا وایرس، یعنی ویروس هایی که از حیوان به انسان انتقال پیدا میکنه، داستانی که از قدیم و ندیم والا بوده، همچنان هم هست. نه سامی، اینا همه از بعد کرونا شروع شد. کی قبل از اینکه ما واکسن بزنیم این بیماری ها بود؟ قربونتو برم من، والا بلا بیماری، ویروس، میکروب، همه چی قبل کرونا بوده، همچنان هم هست. و چرا الان پس ما اینا رو میشنویم بیشتر یا به چشمون میاد؟ داستان مثل اینه که طرف وقتی دیدی میره دماغش عمل میکنه، از فردا کلا همه رو دماغ میبینه، یعنی میگه چقدر دماغ این بده، دماغ اون بده. این دقیقاً همینه. الان وقتی این بیماری اومد، به چه دلیل ما هممون الان پیجای علمی رو دنبال میکنیم، WHO رو دنبال میکنیم، CDC رو میخونیم، چیزای خبری علمی و بهداشتی سلامتی میخونیم؟ به خاطر اینکه این چوب مثل چی خورد تو کمر ما از این ویروس. برای همین کلن الان ما این شده که هم خودمون داریم دنبال میکنیم چیزای علمی رو و میشنویم، و دوم از همه اطلاع رسانی این بیماری ها از طرف بهداشتی جهانی و CDC و اینا دیگه خیلی مثل قدیم ساکت و آروم نیست، خیلی وسیع و درسته که همه دنیا در جایش بدونن که دوباره خدای نکرده همچین پاندمی های بدی به وجود نیاد و سریع خیلی ماجرا رو بگیرن تو هر کشور دنیایی که هست. پس دلیلی که ما اینا رو میشنویم الان داستانش اینه، وگرنه این ویروسی که باعث بیماری همین مانکی پاکس یا همون آبله میمونی که از خانواده اورتوپاکس وایرس هستش بوده، از قدیم بوده، همچنان هم هست. توی آفریقا هم همچنان این کیسا همینجوری منطقه‌ای بوده، دو نوع مختلف توی وست و توی سنترال آفریقا بوده، و حتی در سالهای اخیر هم مثلا مرکز کنترل در واقع CDC امریکا برای امریکا حتی travel alert گذاشته بود، که یعنی اختیار که آقا اگه داری میریم به این مناطق مثلا این مدت کیساشون زیاد شده، حواستون باشه. پس این ویروس بوده. داستان این قضیه قرار بود که خیلی سال پیش این ویروس از بین حیوانات در واقع همین میمونایی که آزمایشی بودن انتقال پیدا کرده به انسان. بدبخت میمون وقتی اینو به ما داد، کلن اینجوری شده که الان دیگه میمون میبینیم اکرش میگیم بیا، اون از اون که به ما اونو داد، اینم از این میمون، همه حیوان ها همینن. بدبخت این میمون اینو داد به ما، یه پاندمی به وجود اومد، تموم شد و کلن هم براش واکسن درست شد و این داستان ها. حالا الان 500 تا کیس دیروز وقتی ریپورت شده، منطقه‌ای ریپورت شده، تو کشورهای مختلف دنیا داره ریپورت شده و اینا زیر نظره. اما داستان اینه که ما اون زمان براش واکسن داشتیم و بعد از اونم تحقیقات اون واکسن نشون داد که 85% میتونه برای مانکی پاکس هم کار کنه، هرچند که ما واکسن‌های مشخصه برای مانکی پاکس طراحی کردیم. و الان ببین قربت برم، ما یه تکنولوژی داریم به نام mRNA واکسن، یعنی چیکسانیه تو ژنتیک یه ویروسی رو که این همه سال داری میزنی براش یه واکسن درست میکنی، خیالت راحت. برای همین برای چیزی که میشه این کارا رو کرد، برای همین جای نگرانی به این دلیل نیست. و مهمتر از همه در جای درمان، ما درمان ضد ویروسی داریم که خیلی از این کیس ها معمولا با علائم خیلی خفیف حل میشه و خودش رو الیمینیت میکنه، آب میبره و اگر لازم باشه میتونه براش درمان هم استفاده بشه. خوبه که علائمش رو بدونیم، مثلا مثل تب، مثل خستگی، مثل ضعف، مثل کمردرد، تب بالا هم میگیری و بعد از اون یه سری خارش ها یا زایده های پوستی مثل آبله اینا هم به وجود میاد و قدرت های لنفاوی اینا هم دیده شده که ورم میکنه. اینا وقتی باشه بهتره که هر جا که هستیم بریم زیر نظر پزشک و تیم پزشکی که اونا بدونن به چه دلیل، که هم حواسشون باشه اگه لازم باشه برای شما درمانی بدن، و دوم که جلوگیری بکنیم که پخش بیش از این نشه. همین. اما بریم سر دوتا نکته اصلی این ماجرا که کلن مصیبته. نکته اول، الان امروز روز ما متاسفانه راه خبررسانی و اطلاع رسانیمون به دو راه حاشیه‌ای کشیده شده. یک، این که طرف وقتی میاد مثلا میخواد خبر بزنه، تو خبرگزاری میاد میزنه آ ویروس فلان اومد، انا لله الیه راجعون، اگر از این ویروس نمردی به تو قول میدم از یکی میمیری، بعد میره سراغ زندگیش، همه رو میندازه به جون هم دیگه. دومین چیز از اون ور شده بچه های کادر درمانی که تو صفحه های مجازی هستن،
دیگه برای اینکه اونو رد بکنن و بگن آقا همچین چیزی نیست، مثلا اینقدر نترسین، از اون بر اقرار آمیز میان همه چی رو انکار میکنن. طرف میاد میگه که ببین این ویروس هیچی نیست، بیاد یه آهنگ سوزناک هم روش میزنه، ببین خیالت راحت بشه، من به تو قول میدم این ویروس هیچ جا نمیاد، تو نمیگیری، خیالت راحت بشه، اگرم گرفتی هیچی نیست، یه چیز ساده است. و ببین من امروز رو یادت باشه من به تو گفتم همچین چیزی نمیاد، خبرها رو بریزین دور. قربون تو برم، من اطلاع رسانی هم میخوایم بکنیم، بیایم صرف تا صد ماجرا رو بگیم که به عنوان یک پیج افراد یه اطلاعاتی رو یاد بگیرن و بعد بدونن که آقا مثلا من فلان بیماری رو تو فلان پیش شنیدم، مثلا امروز من عارضه‌ای که زدم منم تب کردم، مثلا فلانه، مثلا فلان عارضه پوستی هم سرم، نکنه این باشه، بهتره مثلا با دکترم در میون بذارم و آگاه ازش باشه، در کنار آگاهی با دونستن ازش خیالش هم راحت باشه. ولی این حد از اقرارآمیز بودن، ساده نشین دادن همه چی و این جملات استفاده کردن که آقا هیچی نیست، همچین چیزی نمیاد، ما هیچ چیز 100% در علم نداریم، قربون تو برم من، همینم شد، همشون اینو گفتن. پس داره یه هومن 6 تا کیس در ایران، همه اومدن گفتن حالا نمیدونیم، شاید باشه، فدا تو بشم، اینقدر رامیز نباشیم. نکته دوم، اما نکته دوم، نکته بسی مهم، این که متاسفانه داره یک استیگمای غلط از راه انتقال این بیماری وصل میشه به دل این بیماری و داره همه جا جا میفته و به اشتباه پخش میشه که آقا راه انتقال این بیماری از طریق رابطه سکشوالی مرد با مرده و این اشتباه و زننده است که ما همچین فکر و استیگمایی رو به این بچسبونیم. به چه دلیل؟ به خاطر این که آقا داستان از اینجا شروع شد که توی کیس های آخری که ریپورت شد به بهداشت جهانی اومدن گفتن آقا چندین کیس از کلینیک هایی که به خانواده LGBT داره سرویس میده، یعنی لزبیانز، گیز، بایسکشوال و ترانسکشوال ها که میرن اونجا برای درمان ها، پیشگیری ها و چکاپ هاشون و اینا، چندین کیس این بیماری ریپورت شده که اتفاقا همین افراد مرد بودن که با مرد رابطه داشتن. و بعد این جمله رو وقتی بهداشت جهانی اومد گفت تش اومد آقا گفت ببین ولی همچین چیزی سکشوالی نیست، از راه سکشوالی فقط انتقال پیدا نمی کنه، فقط هم بین هموسکشوال ها نیست و این داستان ها. But it's not necessarily will be only exclusive to that group. This is about raising awareness. This is not a sexually transmitted infection. اینا رو همه فاکتور گرفتن و فقط تیت زنن که آقا این راه انتقالش بین مرد و مرده، تا جایی که حتی پیج کادر درمان برای طنز کردن و اطلاع رسانی این به صورت زننده اومده عکس گذاشته از یک هموسکشوال پارتی که مردها هستن و زده اشغالش یکی دیگه میکنه، ویروس شما میگیریم. واقعا این زننده است. به چه دلیل؟ آقا این بیماری سکشوال ترانسمیتد نیستش. یعنی چی؟ یعنی که کلن راه انتقالش فقط سکس نیست. ما اول این ویدیو هم گفتیم راه انتقالش چیه؟ رسپیتوری دراپلت که از طریق دهان و تنفسی میتونه انتقال پیدا بکنه، مایعات توی بدن و میتونه این از بادی فلویدای ما که راهش هم سکسه انتقال پیدا بکنه و والا بین مرد و زن هم اتفاق وقتی میفته فلوید تو بدن اینا هست و مایعات هست. و بعد گفتیم حتی سطح آلوده، تخت و ملافه آلوده هم میتونه انتقال پیدا بکنه. پس بی دلیل نچسبونیم به این ماجرا که این بیماری سکشواله. اینو دارم این ماه میگم اتفاقا. به چه دلیل؟ به خاطر که امروز دقیقا جون فرسته و این ماه در امریکا ماهی هست برای LGBT. ببین همینجا من دارم بهت میگم باورهای شخصی، اعتقاد شخصی، نگاه های مذهبی، نگاه اجتماعی، هر چی که داریم ما برای خودمون داریم، اینا نگه دار، ما در طریق علمی صحبت میکنیم. من نگاه هم اینه که آقا تو هر چی رو قبول داری برای خودت، برای خودت نگه دار، برای خودت باور داشته باش، برای خود خانوادت. ولی ما حق اینو نداریم که بیایم بی احترامی به این خانواده به هر دلیلی بکنیم، چون ما موافقش نیستیم، چون مذهب ما مخالفشه، چون مثلا باور من مخالفشه، چون خانواده من مخالفشه. این ما اصلا برای همین موضوع درست شده که آقا این خانواده LGBT ها که یک ماهی دارن اینجا به نام ماه پراید، به چه دلیلی؟ که آقا مردم با این افراد آشنا بشن، ظلم ها و خشونت هایی که در این به این افراد داره وارد میشه رو باهاش آگاه باشن، در مورد بیماری ها اونجوری نگاه نکنن. از طریق بیماری های مثل همین HIV و AIDS کلی موومنت تو این ماه داره اتفاق میفته که آقا پس بیایم آگاه باشیم، حرف بزنیم، بیماری هامونو قایم نکنیم. و اگر من بتونم همچین راحت بیان بکنم که من آقا به دلیل های مثلا باورهای شخصی من این من از جزء این خانواده‌ام،
اگر من اینطوری بگم و خانواده درست برخورد بکنه و دکتر و کادر درمان نگاه بدی نداشته باشه، پس من میتونم دکتر دوامو بگیرم، درمانامو بگیرم و جلوگیری بکنم از کلی بیماری ها و این داستانا. و این ماه برای همینه که آقا خوشونت و اینا رو بذاریم کنار، آگاهی کسب کنیم. و این خیلی ناراحت کننده است که در همین ماهی که ما کلی راه رفتیم برای ایدز و اچ‌آی‌وی که افراد آگاه بکنیم، حالا تو همین ماه یک بیماری که داره تو دنیا انتقال پیدا می‌کنه داریم همینجوری با نگاه اشتباه و پوچ میچسبونیم دوباره به همچی خانواده. هم این خانواده رو تحت فشار میذاریم، هم کسی که این بیماری رو بگیره الان پس الان میگه آخ گفتن مردم منو برم دکتر چی فکر میکنن، برای همین نمیره دکتر و انتقال پشت انتقال. پس آقا لطفاً اطلاعات میخوایم بدیم تا ته قضیه رو بشنویم و نگاه های شخصی رو قاطی چیزای علمی نکن. All of us must work hard to fight stigma, which is not just wrong, it could also prevent infected individuals from seeking care, making it harder to stop transmission. اینم از دو تا نکته و کل ماجرا. دم همتون چی؟ ببین خیلی گرم.